Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Binendigan aziz ve girami, مشاهده کنندگان برنامه شقایق، سلام و رحمت الهی رو تقدیم حضور شما بزرگواران کردم با پیام محبت، دوستی، سلامتی و امنیتی که در خودش داره. نظام خانوادگی دقیقا همین هست. کانون آرامش افراد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیها. از نشانه های الهی این هست که از نوع خودتون همسرانی برای شما پدید آورد و قرار داد که در کنار اونها و با اونها به آرامش می رسید و در مسیر آرامش حرکت می کنید. و جعل بینکم مودت و رحمه، و در بین شما دوستی و محبت قرار داد. سبحان الله، زن و شوهری که چه بسا فاصله جغرافیایی از یکدیگر دارند، تا پیش از ازدواج همدیگر رو نمی‌شناختند. یکی از اونها از یک قاره است و دیگری از قاره دیگر، یکی از اونها از یک کشور هست و دیگری زاده کشوری دیگر، اما بعد از آشنایی و ازدواج حاضرن جون خودشون رو برای شریک زندگیشون بدند. سبحان الله. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بنابراین خانه یعنی کانون آرامش. خانه یعنی این که اونجا انسان همه دغدغه های ذهنی خودش رو بیرون بریزه و با رعایت نکات اخلاقی و رهنمودهایی که جزو مسلمات انسانی هم هست، هم خودش در این چارچوب به آرامش برسه و هم آرامش رو، سکون و طمأنینه رو تقدیم شرکای زندگی بکنه. شریک زندگی فقط همسر نیست، شریک زندگی پدر و مادر هست، شریک زندگی فرزندان هستند، شریک زندگی خواهران و برادران هستند، همه اعضای یک خانواده هستند که در یک نظام خانوادگی با همدیگر زندگی میکنند. و نظر به این که ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم و بی نیاز از تعامل با سایر افراد بشر نیستیم، نظر به این موضوع سایر افراد بشر و کسانی که باشون در تعامل هستیم به گونه شرکای زندگی ما هستند. بنابراین وقتی که در نظام خانوادگی خودمون کانون آرامش رو ایجاد کردیم، به آرامش رسیدیم، از اعضای خانواده آرامش دریافت کردیم، بهشون آرامش دادیم، در حقیقت هسته جامعه رو به آرامش رسوندیم. جامعه‌ای که از مجموعی از خانواده ها تشکیل شده و خانوارها اعضا و اجزا و بلکه هسته اصلی جامعه هستند. و بدین ترتیب ما به همه شرکای زندگی خودمون آرامش رو هدیه کردیم. بنابراین توجه به مسائل خانوادگی، توجه به ارزش‌های خانوادگی، رعایت حقوق خانوادگی و تلاش برای به سعادت رسیدن هر خانواده‌ای تا بدین اندازه حائز اهمیت هست که جامعه و بلکه همه جوامع بدون داشتن خانواده‌های خوشبخت جامعه‌های پرچالشی خواهند بود. اگر جامعه رو به پیکر انسانی تشبیه بکنیم و اعضا و جوارح بدن رو همون خانواده هایی بدونیم که این پیکر اجتماعی رو تشکیل داده، بنابراین اگر هر یک از این اعضا و جوارح بیمار باشه و دچار بیماری بشه، سایر خانواده ها و سایر اجزا و سایر بخش ها و سایر اعضای این بدن و پیکره اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده.
حال اگر تعداد اندام و اعضا و جوارح بیمار افزایش پیدا بکنه و بیماری در سطح گسترده از بدن شیوع پیدا بکنه و بخش های زیادی از بدن رو در بر بگیره، خب این پیکر بیمار با چالش نابودی و از بین رفتن و مرگ مواجه خواهد شد. جوامع هم همین گونه است. اگر اعضا و جوارح این پیکره اجتماعی یعنی خانواده ها درشون چالش ها، مشکلات و بحران ها افزایش پیدا بکنه، نتیجهش این میشه که نهایتاً جامعه با چالش فروپاشی مواجه میشه. جامعه با چالش سستی و رکودی مواجه میشه که همه ابعاد مختلفون رو در بر میگیره. به هر حال انسان با توجه به ضرورت‌های فردی و اجتماعی خودش نقش‌های خودش رو در جامعه داره. به عنوان فردی از افراد بشر و به عنوان عضوی از جامعه بشری، به عنوان صاحب نقشی در نظام خانوادگی که نقش‌های جزئی و کلی در نظام اجتماعی داره، اگر مثبت زندگی بکنه نقش او مثبت خواهد بود و اگر منفی زندگی بکنه نقش او بر جامعه یا تأثیر او بر جامعه منفی خواهد بود. و انسان در شرایط فردی خودش، در شرایط خانوادگی خودش اثرات متقابلی در رابطه با جامعه خودش داره. اثرپذیری ها و اثرگذاری هایی که از جامعه و بر جامعه خودش داره. و به همین خاطر هست که تلاش برای تشکیل خانواده های خوشبخت و تلاش برای نهادین سازی سکون و آرامش در خانواده ها از اولویت های قرآنی و از اولویت های نبوی است، بلکه بنابر اون درون مایه و بنمایه‌ای که ازدواج ها و تشکیل خانواده ها داره از جلوه ها و نمایه های روشن و برجسته قدرت الهی در نظام اجتماعی است که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه، که خانم آقای از دو قاره مختلف، از دو کشور مختلف، از دو سرزمین مختلف که همدیگر رو نمی شناختند، بعد از این که ازدواج می کنند حاضرند که فدای همدیگر بشند. و این یعنی خانواده خوشبخت و این یعنی خانواده برخوردار از آرامش و این یعنی خانواده سعادتمندی که سعادت و خوشبختی رو تقدیم شرکای زندگی خودش می کنند. و بعد ثمره همچین ازدواج و زندگی مشترکی میشه فرزندی که آرامش رو در روابط پدر و مادر میبینه و به آرامش میرسه و محبت رو در رفتار پدر و مادری میبینه که حاضرند لقمه از دهان خودشون بگیرند و در دهان او بگذارند، حاضرند سخت‌ترین شرایط رو تحمل بکنند اما فرزندشون خوشبخت بشه، حاضرند انواع و اقسام خطرات رو به جان بخرند اما فرزندشون احساس گرسنگی نکنه. اجازه میخوام اینجا به یک نکته اشاره بکنم و اون این که خانواده ها علاوه بر نیازهای مادی که دارند مایحتاج معنوی هم دارند، نیازهای معنوی هم دارند. اونطوری که برامون مهمه که خانوادهمون احساس فقر و نداری و گرسنگی و کمبود امکانات نکنند، باید بلکه به عنوان وظیفه باید برامون مهم باشه که دچار فقر معنوی نشند. به همین خاطر ما رهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در رابطه با تربیت فرزندان داریم که از 7 سالگی اونها رو به خوندن نماز تشویقشون بکنیم و اجازه ندیم که دچار فقر فرهنگی، دچار فقر معنوی، دچار فقر علمی، دچار فقر دینی بشند، بلکه مسائل معنوی اونها رو تقویت بکنیم.
دنیای امروز با چالش‌های جدی مواجه شده. پدیده تحت عنوان حتی تروریسم که نتیجه اون دوری از رهنمودهای قرآن و سنت هست. ما فرزندان خودمون رو با ارزش‌های اجتماعی آشتی بدیم، بدونیم که در قبال خودشون، در قبال خانواده‌شون، در قبال زمامداران و اولیای امور خودشون، در قبال جامعهشون مسئولیت دارن، مسئولیت‌هایی که به روشنی در قرآن و سنت بیان شده. اونجاست که دیگه شکار گروه‌های فتنه‌گر نمی‌شن و بلکه در جامعه با رویکردی سالم و درست و با فهم درست از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مطابق فهم صحابه و گذشتگان نیک سیرت این امت، طوری زندگی میکنن که هم برای خودشون مفید هستن، هم برای جامعه خودشون. و اساساً از خرابکاری هایی که در دنیای امروز تحت عنوان تهاجم فرهنگی خانواده ها رو با چالش مواجه کرده، خانواده‌مون رو، اعضای خانواده‌مون رو، جوان و نوجوان و کودک خودمون رو محافظت کردیم و این ادای دین و مسئولیتی است که نسبت به خانه و خانواده داریم. مگه میشه بیخیال این باشیم که فرزند ما در آتش شبهات و شهوات پناه بر الله گرفتار بشه و برای او کاری انجام ندیم؟ خدای نکرده، لا قدر الله، اگر خونه هر یک از ما آتیش بگیره، برای نجات فرزند خودمون چیکار میکنیم؟ به آتش میزنیم تا فرزند خودمون رو از خونه آتیش گرفته نجات بدیم. شبهات و شهوتهایی که در قالبهای مختلف به صورتی آراسته و زینت داده شده، به خصوص در شرایط دنیای کنونی با گسترش ارتباطات و روابط اجتماعی و تکنولوژی روابط و ارتباطات به حد اکثر رسیده، فرزندان ما رو با چالش‌های جدی مواجه کرده و به همین خاطر هست که نسبت به این مسئله نباید بی‌توجه باشیم، بلکه باید دانستنی‌های لازم برای تعامل درست با این پدیده‌ها رو کسب بکنیم تا بتونیم با مدیریتی درست و با ارائه گزینه‌های اخلاقی درست و مناسب، فرزند یا فرزندان خودمون رو از این چالش‌ها محفوظ نگه داریم. و این یک مسئولیت شرعی است. این مسئولیتی است که در راستای تحقق بخشیدن به معنا و مفهوم سعادت و خوشبختی در نظام خانوادگی است. زندگی مشترک فقط عشق ورزی زن و شوهر به یکدیگر نیست، بلکه مجموعی از مسئولیت‌ها، واجبات، وظایف و حقوقی است که هر یک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند و رسیدن به این آرامش، رسیدن به این سعادت و خوشبختی ممکن نیست مگر با اهمیت دادن به همه این مسائل ریز و درشتی که تحت عنوان واجبات و حقوق در نظام خانوادگی، در نقش‌های مختلف بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، بین فرزندان با یکدیگر، خواهر و برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و تعاملات دیگر اعضای خانواده با یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. و به همین خاطر است که در نظام خانوادگی خوشبخت به نقش‌ها و مسئولیت‌ها و وظایف و حقوقی که هر یک از این نقش ها و اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند تاکید میشه. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، فقط زن و شوهر رو شامل نمیشه، هرچند که تصریح آیه به زن و شوهری است که به عنوان شریک زندگی با یکدیگر ازدواج میکنن، اما این ازدواج پیامدهایی داره، ایجاد نقش میکنه، تشکیل خانواده میده، مکونات خانوادگی رو، ترکیب و فرمول خانواده رو مشخص میکنه. زن، شوهر، خانم، آقا، بعد نقش پدر،
مادر که در میان اونها و از میانه این ارتباط فرزند پدید میاد، صاحب فرزند میشن، نقش پدر، نقش مادر، نقش فرزند، و این شاخه گسترش پیدا میکنه و درخت و شجره زندگی به ثمر میرسه. درختی که اگر در زمین مساعد و مرغوب و مناسب ریشه دوانده باشه و ساق محکمی داشته باشه، به خوبی میوه میده، میشه خانواده خوشبخت، خانواده‌ای که در سایه سار اون اعضاش احساس آرامش میکنند و درش ترنم مهرورزی و نغمه سعادت و خوشبختی زمزمه میشه و به گوش میرسه. میوه آرامش ثمره این درخت هست. سرسبزی و تراوت، زیبایی و شکل ظاهری و نمای ظاهری و آرایه این درخت زندگی است، زندگی خوشبخت، که هرچی از عمر این زندگی بگذره، که هرچی از عمر این درخت بگذره و هرچقدر که تنومندتر بشه زیباتر میشه و زن و شوهر هرچقدر که از زندگی مشترکشون میگذره و بر چهره اونها خط و خطوط زندگی میفته و موی سر و صورتشون سفید میشه، اما بر زیبایی زندگی اونها افسوده میشه، چون خانه خانه خوشبخت هست، چون خانواده خانواده خوشبخت هست. اما چطور میشه این درخت زندگی رو تنومند کرد؟ چطور میشه روز به روز، ماه به ماه و سال به سال بر زیبایی های این درخت زندگی افزود؟ این درخت زندگی نیاز به مراقبت داره. چطور از درخت باغچه خونمون مراقبت میکنیم؟ باید از درخت زندگی خودمون هم مراقبت بکنیم تا تنومند بشه، تا قوی بشه، در زمین ریشه بدونه، استوار بشه، ثمر بده، ثمره بده، سرسبز بشه و با تراوت بشه و روز به روز زیباتر بشه. از درخت زندگی خودمون مراقبت بکنیم. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. الله نگهدارتون. Thank you.